در بخش نخست تا حدودی در مورد جماتریا صحبت شد. مطالبی که در بخش نخست یعنی مقدمه مطرح شد به صورت کلی بود. از این بخش به بعد جماتریا رو به صورت کاملتر و دقیقتر بررسی میکنیم. و این کار رو با کمک کتاب حروف و اعداد یا Letters and Numbers زکری کی هاوارد انجام میدیم. دلیل اینکه این کتاب رو در این کانال بررسی میکنم اینه که برای درک بهتر تحلیل فیلم ها و سریال ها و رویدادهای ورزشی، سیاسی و آنچه در جهان می‌گذرد، دانستن مطالب این کتاب بسیار کمک کننده است. در این بخش به اعداد 26 و 101 به طور ویژه پرداخته میشه و همچنین عدد 62 که ریفلکشن یا بازتاب عدد 26ه و یک سری اعداد دیگه. همچنین به این موضوع پرداخته میشه که چرا در الفبای انگلیسی 26 حرف داریم، یا به عبارت دیگه آیا انگلیسی یک زبان دستکاری شده و ساختگیه، و اینکه چرا اعداد 26 و 101 اعداد مرتبط با مفهوم خدا هستند. چرا در الفبای انگلیسی نوین 26 حرف داریم؟ اگر از معلم زبان خود بپرسید که چرا الفبای انگلیسی 26 حرف داره، احتمالاً جواب دقیق و درستی به شما نمیده و ممکنه به شما بگه چون از الفبای لاتین یا الفبای رومی سرچشمه گرفته. تعداد حروف الفبای انگلیسی در طول تاریخ بین 20 تا 30 حرف متغیر بوده، ولی سرانجام با 26 حرف تثبیت میشه. برای دونستن اهمیت عدد 26 باید سری به گذشته گهواره تمدن یعنی بابل باستان بزنیم و بعد از اون تمدن مصر باستان. پس از تمدن بابل، تمدن مصر باستان بسیار برجسته شد و به دنبال آن حروف الفبا و پیدایش عرفان کابالا که تا به امروز ادامه داره. با بررسی عرفان کابالا اهمیت عدد 26 بیشتر مشخص میشه. در کابالا باور بر اینه که خدا جهان رو با ترکیب اعداد و حروف و کلمات ساخته. این موضوع در متون کابالا یعنی کتاب سفر یتزیرا یا سفر یسیرا به انگلیسی Book of Formation بیان شده. کتاب سفر یتزیرا از قدیمی ترین کتاب‌های عرفانی یهودیه. بعضی ها اعتقاد دارن این کتاب بیشتر از عرفان با ادبیات و ریاضیات یعنی با حروف و اعداد مرتبطه. ریشه این کتاب معلوم نیست، ولی پیروان کابالا معتقدن که ابراهیم اونو نوشته. باور نوع خلقت که در سفر یتزیرا یا The Book of Formation اومده مشابه روایتیه که در کتاب مقدس یا The Holy Bible گفته شده. کتاب مقدس یا The Holy Bible هم همونجور که میدونید مجموعه دو کتابه، عهد عتیق و عهد جدیده، که عهد عتیق یا عهد قدیم یا به انگلیسی Old Testament مورد قبول یهودیانه و مجموع عهد عتیق و جدید مورد قبول مسیحیانه. بایبل یا کتاب مقدس با کتاب پیدایش یا جنسیس آغاز میشه که در اون خدا جهان رو در 6 روز خلق میکنه و در روز هفتم استراحت میکنه و اون روز رو مقدس میشماره. همچنین در جنسیس خدا هر روز را با یک فرمان کلامی آغاز میکنه، یعنی به انگلیسی and God said به فارسی و خدا فرمود فلان چیز بشود، و هر روز یک چیز جدیدی رو به دنیا اضافه و خلق میکنه، از نور تا آب و آسمان ها و زمین و ستارگان و ماه و خورشید تا گیاهان و جانوران و غیره، و در روز آخر یعنی روز ششم بشر رو خلق میکنه که خلق انسان در آیه یا ورس 26 سفر پیدایش اومده. دو عدد 6 و 26 اصلا اتفاقی نیستن و کاملا هدفمند انتخاب شدن که در ادامه بیشتر توضیح میدم. همچنین کتاب جنسیس یا سفر پیدایش که اولین کتاب عهد عتیق هست، قبل از اینکه به انگلیسی ترجمه بشه اولین بار به زبان عبری نوشته شده. الفبای عبری هم ریشه در الفبای سامی داره که اون هم ریشش برمیگرده به بابل، مثل کابالا که ریشش برمیگرده به بابل باستان. همینطور هر زبانی که پایش لاتینه، زیرا که الفبای لاتین پایه یونانی داره و یونانی ریشش برمیگرده به فینیقی های باستان و فینیقیه زمانی بخشی از تمدن بابل بوده.
و اولین الفبا رو فینیقی ها اختراع کردند. در کابالا و زبان عبری عدد 26 نماد اسم چهار حرفی خداست یا همون تتراگرامتون. تتراگرامتون یعنی اسم چهار حرفی خدا در زبان عبری که به اون یهوه میگن. در فارسی و عربی هم کلمه یهوه چهار حرفه که در ابجد حروف عربی یعنی در دو سایفر عربیک اکستندد و عربیک اوردینال واژه یهوه برابر 26 میشه. یهوه رو در انگلیسی به این شکل هم می نویسن، یعنی YHWH که هم نمایانگر اسم چهار حرفی خدا یعنی تتراگرامتون باشه و هم ارزش عددی اون برابر 26 بشه. اگر یهوه رو با حروف عبری بنویسیم ارزش عددی اون 26 میشه. همونطور که گاد در زبان انگلیسی ارزشش برابر 26 میشه. در مورد حساب کردن ارزش عددی حروف در بخش یک کمی توضیح دادم. در ادامه هم توضیحات بیشتری خواهم داد. همچنین در مورد سایفرهای مختلف در ادامه و در بخش‌های بعد توضیحات کاملتری داده خواهد شد. همچنین ارزش عددی حروف رو میتونید از وبسایت gematrinator.com یا gematriacalculator.us و یک سری سایت‌های دیگه محاسبه کنید. یهوه در عبری به این صورت نوشته میشه که گفته شد ارزش عددی اون برابر 26. یهوه در عبری با حرف یود شروع میشه که دهمین حرف الفبای عبری است. دهمین حرف از الفبای عبری اولین حرف از اسم یهوه است. همچنین یهوه فهرستی از دستورهای مذهبی رو به موسی میده، یعنی همون ده فرمان. ارزش عددی گاد به انگلیسی برابر 26 و 10 هست. به عبری همونطور که گفته شد یهوه برابر 26. همچنین اگر از بخش قبلی به خاطر داشته باشیم گفته شد که اعداد اول در جماتریا بسیار اهمیت دارند. 26مین عدد اول 101 هست. در جماتریا 26 و 101 اعداد مرتبط با خدا هستند. واژه هیبرو یا عبری در انگلیسی ارزش اون برابر 101 هست. یهوه جهان رو در 6 روز طبق تورات خلق کرد و 6 days برابر 101 هست. بعد از کتاب سفر یتزیرا، زهر از مهمترین کتاب‌های ادبیات کابالاست و تفسیری عرفانی بر توراته که به زبان آرامی نوشته شده. ارزش عددی زهر برابر 101. واژه ریاضی در زبان عبری در سایفر هیبرو اوردینال برابر 101. با توجه به این ارتباط عدد 26 و 101 و ارتباط این اعداد با گاد و یهوه، یک شخصیت مذهبی در آمریکا به اسم جوزف سمیث که ارزش عددی نامش یعنی جوزف برابر 26 میشه، در زمان حیاتش یک فرقه مذهبی رو تشکیل میده، یعنی فرقه مورمن، و کلیسای مورمن رو پایه‌گذاری میکنه که این مذهب تا به امروز حدود 14 میلیون باورمند در سراسر جهان داره. آقای جوزف سمیث در زمان حیاتش در تاریخ 21 سپتامبر 1823 مدعی میشه که یک فرشته به اسم انجل مورانی برش ظاهر شده که ارزش عددی مورانی در سایفر کلدانی یا کلدین برابر 26 میشه. همچنین این تاریخ یعنی 21 سپتامبر 1823 روزیه که از اون روز تا پایان سال 101 روز باقی میمونه و جمع اعداد این تاریخ برابر 26 میشه. جمع تاریخ ها رو میتونید در سایت gematronator.com محاسبه کنید. در سربرگ tools سپس date calculator میتونید هر تاریخی رو وارد کنید و جمع اون تاریخ رو که به 5-6 روش مختلف هست مشاهده کنید. همونطور که گفتم ارزش عددی نام این شخص یعنی جوزف و جوزف سمیث جونیور برابر 26 و 62 بود. همچنین واژه faith به معنی ایمان و باور در انگلیسی برابر 26 میشه و همچنین عبارت Book of Mormon یا کتاب مورمن برابر 62 میشه.
که 62 ریفلکشن یا بازتاب 26. در مورد راست و دروغ بودن ادعای جوزف اسمیت کاری ندارم، ولی اگر دوست دارید باور کنید که این ادعا صحت داشته، اعداد و ارقامی که در اون هست جالبه، و اگر فکر میکنید که این ادعا دروغین بوده، بازم نشون میده که افراد رد بالا و صاحب نفوذ این جهان چه حساسیت و وسواسی روی این اعداد و ارقام دارن و چقدر روی این اعداد کار میکنن و براشون مهمه. بله، کسانی که در دنیا صاحب قدرت و نفوذ هستند و دنیا را در زمینه‌های مختلف کنترل و مدیریت می‌کنند، بسیار روی اعداد حساس هستند و اکثر کارهاشون بر اساس این باورهاست. بریم سراغ هنر. انیمیشن 101 سگ خالدار که بر اساس یک کتاب ساخته شده. کسی که این کتاب را نوشته از جماتریا و اعداد کاملا آگاه بود. اسم نویسنده کتاب 101 سگ خالدار دودی اسمیت هست که ارزش عددی اسم دودی برابر 26. همچنین داگ که وارونه گاد هست برابر 26. عبارت 101 دالمیشنز به معنی 101 سگ خالدار در سایفر فیثاغورسی برابر 101 هست. اگر کتاب رو خونده باشید یا انیمیشنش رو دیده باشید، ممکنه متوجه شده باشید که یک جبهه خیر و یک جبهه شر در داستان وجود داره. جبهه خیر همون زن و شوهری هستن که از سگ‌ها نگهداری میکنن که در انتها تعداد سگ‌ها به 101 عدد میرسه، نمادگرایی عدد 101 و 26. سگ‌ها که در جبهه خیر داستان هستند، سگ به انگلیسی داگ وارونه گاد هست که ارزش عددی هر دو 26 و 26مین عدد اول 101 هست و تعداد سگ‌ها در آخر به 101 عدد میرسه. و در جبهه شر داستان شخصیتی هست به اسم کرولا داویل که میخواد در ابتدا طول سگ‌ها رو بخره و پوست اونها رو بفروشه که موفق نمیشه و بعد به هر شکلی شده تصمیم میگیره سگ‌ها رو بدزده. که اگر به اسم اون توجه کنید، کرولا داویل در واقع اسمش شبیه به واژه انگلیسی کرول هست به معنی ظالم و داویل همون دیوول هست به معنی شیطان که روی هم میشه شیطان ظالم یا کرول دیوول. همچنین ارزش عددی کرولا داویل و دیوول هر دو برابر 52 میشه. همچنین در داستان از دو رنگ مشکی و سفید هم در سگها استفاده شده، نژاد دالمیشن که سفید با خالهای سیاه هست، و در موهای کرولا داویل دو رنگ مشکی و سفید رو میبینیم که مشکی و سفید نماد دوالتی یا دوگانگی خیر و شر هست. نویسنده‌ای که این داستان رو نوشته کاملا به این مسائل آگاه بوده و طبق این نمادگرایی ها این داستان رو نوشته. برگردیم به واژه 4 حرفی یهوه که در زبون عبری گفتیم ارزشش برابر 26 میشه و همینطور گاد در انگلیسی برابر 26 میشه. این کدگذاری اعداد در حروف و کلمات رو جماتریا میگن. همون که در بخش قبلی گفتم در یونانی بهش میگن آی سابسفی و در انگلیسی و عبری جماتریا. عبارت جماتریا کود به انگلیسی برابر 101 هست. سری میزنیم به آخرین کتاب عهد جدید، یعنی مکاشفه یوحنا یا بوک آف ریولیشن، باب 13 آیه 18 که در مورد نمبر آف دی بیست و نمبر آف من هستش، یعنی همون عدد 666. این آیه معروف به Greek Isopsephy Riddle یعنی معمای Isopsephy یونان. Isopsephy همونطور که گفتم همون جماتریای زبان یونانی هست. عهد جدید یا New Testament در یونان به زبان یونانی نوشته شده و به کتاب مکاشفه یوحنا یا Book of Revelation ختم میشه. واژه isopsephy رو اگر به انگلیسی بنویسید ارزش عددی اون برابر 666 است. همچنین واژه humanity و genesis برابر 666 هستند. در فیلم Batman Forever جیم کری نقش ریدلر رو بازی میکنه. ریدلر یا معماگو. و برای بتمن معما یا ریدل میفرسته. معمای حرفی عددی. جیم کری در فیلم
مفهوم یا کانسپت آیسابسفی و معماهای حرفی عددی رو معرفی میکنه و اونها رو برای بتمن مینویسه و نقشه های فریبکارانه خودش رو در قالب این معماهای حرفی عددی به صورت معما پنهان میکنه. همونطور که گفته شد ارزش عددی جنسیس در سایفر ریورس سومریان برابر 666 هست و در سایفر فول ریدکشن یا فیثاغورسی برابر 33 هست که با جمع دو تا 3 به عدد 6 میرسه. به یاد بیارید که یهوه که ارزش عددی اون برابر 26 بود مثل گاد در جنسیس یا سفر پیدایش آدم رو در روز ششم خلق میکنه که ششم به انگلیسی 6 برابر 26 میشه. همچنین واژه آدم یا آدم برابر 26 میشه. طبق سفر پیدایش یا جنسیس 6 روز طول میکشه که یهوه جهان رو خلق کنه که عبارت 6 days به انگلیسی به معنای 6 روز برابر 101. به دو واژه گاد در انگلیسی و یهوه در عبری که برابر 26 بودند واژه دیگری رو اضافه میکنیم. واژه ادونای که در عهد قدیم یا عهد عتیق به معنی مای لورد یا خدای من یا الهی یا ارباب من هست ارزش عددیش برابر 26 هست. همینطور واژه بابلون یا بابل که خواستگاه کابالاست. همچنین واژه ثوث یا تهوت یا تات خدای مصری، خدای خواندن، نوشتن، ریاضیات، عقل، منطق، جادو، خدای ماه و غیره. ارزش عددیش برابر 26. واژه گریک یا یونانی برابر 26. یونانیان کسانی بودند که از این کد استفاده کردند در نوشتن عهد جدید یا نیو تستمنت و اون رو در 260 فصل نوشتند. 260 شبیه به 26. زوس یا زئوس خدای یونانی ارزش عددیش برابر 26. آپولو یا آپولو که پسر زئوس بوده سان آف زوس ارزش عددیش برابر 26. امانوئل برابر 26 یک اسم مسیحی برای جیزس. جوزف یا یوسف از پیامبران تورات برابر 26. ابراهام یا ابراهام یا ابراهیم سردودمان و بنیانگذار ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت مسیحیت و اسلام ابراهام یا ابراهیم برابر 26. تورا یا تورات برابر 26. تورات 5 کتاب اول کتاب مقدس هست که 26 نسل بعد از کرییشن یا خلقت به بشر داده شده. لتر یا حرف برابر 26. 26 حرف در الفبای انگلیسی داریم. واژه کاونت به انگلیسی یعنی محاسبه کردن برابر 26. می‌دونیم که کابالیست‌ها ارزش عددی حروف و کلمات و آیه‌های تورات رو محاسبه می‌کنند. عبارت اداب به معنی جمع زدن در انگلیسی برابر 26. در جماتریا هم ارزش عددی حروف رو با هم دیگه جمع می‌کنیم. واژه آدم یا آدم در انگلیسی برابر 26. در عهد عتیق یهوه آدم یا اولین انسان رو شبیه به خودش خلق میکنه که این موضوع در باب 1 آیه 26 اومده. به این صورت نوشته شده که بگذار انسان را شبیه به خود بسازیم. این شبیه به خود یا in our image واژه image برابر 26.
تورات کتاب موسی است و موسی 26 نسل بعد از آدم متولد شده. موسی مسئول 5 کتاب اول کتاب مقدس است که اون 5 کتاب رو تورات میگن، یا به عبارتی The Five Books of Moses، 5 کتاب موسی، که اون کتاب ها عبارتند از Genesis، Exodus، Leviticus، Numbers و Deuteronomy. توجه داشته باشید که اسم چهارمین کتاب Numbers یا اعداد هست. در نومرولوژی یا عددشناسی، عدد 4 نماد فاوندیشن یا اساس، بنیاد یا شالوده هستش. فیثاغورس که بهش لقب پدر نومرولوژی و ریاضیات رو میدن، چیزی که به اون میگفت تتراد نماد خدا بود. نام خدا هم در تورات یعنی یهوه 4 حرفیه. همچنین 4مین فصل جنسیس 26 آیه داره. در مورد این آیه که در تورات گفته شده یهوه انسان رو شبیه به خودش آفریده، می‌ریم آناتومی یا شکل بدن انسان رو رمزگشایی کنیم. واژه انارمی یا آناتومی در انگلیسی برابر 26 هست. در مورد آناتومی انسان این رو بگم که به گونه ایه که انسان در بد و تولد 270 قطعه استخون داره، ولی در بزرگسالی با ترکیب شدن برخی استخوان‌ها با یکدیگر مجموع استخوان‌های بدن به 206 قطعه کاهش پیدا می‌کنه. 206 شبیه به 26. همچنین تعداد استخوان‌های هر پای انسان برابر 26 قطعه است. انسان از معدود موجوداتیه که روی دو پا می‌ایسته. واژه بونز یا استخوان‌ها در انگلیسی ارزش عددیش برابر 26. همچنین واژه کاربن یا کربن و کلسیوم برابر 26. انسان از کربن ساخته شده، حیات بر پایه کربن. کربن 6مین عنصر جدول تناوبیه. و اگه به یاد داشته باشید در تورات، سفر پیدایش یا جنسیس، یهوه انسان رو در روز 6م خلق میکنه. همچنین اتم کربن دارای 6 پروتون، 6 نوترون و 6 الکترونه. همونطور که در مکاشفه یوحنا باب 13 آیه 18 گفته میشه number of a man یا عدد انسان 666 که 13 ششمین عدد اول و 18 برابر 6 به اضافه 6 به اضافه 6 است. به کربن همچنین God element یا عنصر خدا هم میگن، چون در هر موجود زندهی کربن وجود داره و حیات بر پایه کربن داریم. استخوان‌ها یا بونز که سرشار از کلسیوم هم هستند، گفتیم که هم بونز هم کلسیوم برابر 26 هستند و همچنین آهن در استخوان‌ها وجود داره. آیرن یا آهن 26مین عنصر جدول تناوبیه. همونطور که گفته شد اعداد اول در جماتریا بسیار مهم و حیاتی هستند. واژه هیبرو یا ابری برابر 101. همچنین واژه سکلتن یا اسکلت برابر 101 که 101 26مین عدد اوله و مرتبط هست با استخوان‌ها که بونز برابر 26. مرتبط با سکلتن یا اسکلت دایناسور برابر 101. آکسفورد قدیمی‌ترین دانشگاه انگلیسی زبان جهان، ارزش عددیش برابر 26. تیچ یا آموزش دادن برابر 26. در همون انگلیس و به فاصله کمی از آکسفورد برای اولین بار استخوان دایناسور کشف شد. انگلیس سرزمین ملکه که در حال حاضر در قید حیات نیست، ولی خب امکان نداره اسم انگلیس بیاد و ملکه در اذهان تداعی نشه. واژه کوین به معنی ملکه برابر 26 و 62 هست. همچنین ملکه الیزابت دوم متولد سال 26 میلادی 1926. سلطنت ملکه الیزابت دوم در 6 فوریه یا February 6 یا 26 یا همون 26 آغاز شد. تاجگذاری ملکه در تاریخ 2 جون 1953 انجام شد. جون 6مین ماه هست که باز هم دو عدد 2 و 6 رو داریم. واژه کراون به معنی تاج برابر 26 و 62 میشه، مثل کوین که برابر 26 و 62 بود. همچنین واژه رویال به معنای شاهنشاهی برابر 26 میشه.
در مورد علت مرگ ملکه الیزابت دوم، تنها چیزی که در گواهی فوتش گزارش شده پیری یا کبر سن هست، یا به انگلیسی old age که old age برابر 26. این هم تصویری از گواهی فوتش هست که میبینید علت مرگ یا cause of death نوشته شده old age. مرتبط با استخوان و اسکلت، graveyard یا گورستان برابر 101 هست، جایی که استخوان‌ها در اون دفن میشن، و واژه grave به معنای قبر یا گور برابر 26. واژه temple که دو معنی داره، یه معنی اون معبد هست و معنی دیگه اون گیجگاه یا شقیقه، temple برابر 26. جایی هستش که مغز درون اون قرار داره، یعنی مغز درون جمجمه که مرتبط با اسکلت و گیجگاهه. واژه مغز به انگلیسی یعنی brain برابر 26. ما با مغز فکر میکنیم، تمرکز میکنیم و منطق ناشی از تفکر و مغز انسان هست. سه واژه think, focus و logic برابر 26 هستن. پلیتو یا افلاطون، پدر فلسفه و تفکر، ارزش عددیش برابر 26. افلاطون از فلاسفه یونانه و کسی که اولین دانشگاه رو به وجود آورد. واژه گریک یا یونانی هم که به خاطر دارید برابر 26. شاگردان افلاطون قبل از ورود به دانشگاه افلاطون باید یک آزمونی رو قبول می شدند در مورد هندسه و نجوم. تست یا آزمون برابر 26. اگر میتونستن این آزمون رو پاس کنند و اون رو درک بکنند، وارد دانشگاه میشدن، که واژه درک کردن یا comprehend برابر 101 است. برگردیم به موضوع آناتومی انسان. کلمات hands و thumb برابر 26 هستند. این شکل دستان انسان که انگشتان شست در مقابل 4 انگشت دیگر قرار دارند بسیار حائز اهمیته. همین ویژگی باعث شده که بتونیم اشیاء رو در دست نگه داریم. این توانایی فقط در پرایمتس یا راسته نخستیان که شامل انسان و گوریل‌ها و بوزینه‌ها و میمون‌ها میشه وجود داره. همین ویژگی دست انسان و توانایی که بهش داده و ترکیب اون با قدرت تفکر و تجزیه تحلیل باعث شده که انسان بتونه اشیاء رو در دست بگیره مثل چکش و قلم و به کمک اونها آثاری رو خلق بکنه. همچنین بتونه نقاشی و طراحی بکنه. واژه draw به معنی طراحی کردن برابر 26. تمام بدن و دستان ما پوشیده از پوست هست. پوست بزرگترین ارگان یا عضو بدن ماست. دو واژه skin به معنی پوست و organ یا ارگان یا عضو برابر 26 هستند. انسان‌های باستان بر این باور بودند که چون پوست بدن پس از زخم شدن یا بریدگی خودش رو بازسازی می‌کنه و باز تولید می‌کنه، پس نشانه‌ای هست که خدا از خودش در انسان قرار داده و مرتبط با همین توانایی باز تولید کردن، حالت تناسلی نعوذ یافته مرد رو به عنوان نماد زایندگی مورد ستایش قرار می‌دادند، که حالت مردانه نعوذ یافته به انگلیسی میشه فلس و ارزش عددی اون برابر 26. یک عضو دیگر بدن انسان که بسیار حیاتیه و برای سخن گفتن استفاده میشه زبان هست، که به انگلیسی میشه tongue و برابر 26. همچنین واژه spoken, oral, sound و noise برابر 26 هستن. واژه اورال به معنی شفاهی هست. در نظر داشته باشید که زبان برای ده ها هزار سال به صورت شفاهی وجود داشته و بعد از اختراع الفبا توسط فینیقه ها از حالت شفاهی به کتبی هم در میاد. موضوع جالب تر این که کابالا برای قرن ها به صورت شفاهی آموزش داده میشد به عنوان یک وسیله برای حفظ اسرار. اسرار یا secrets، secrets برابر 26. کابالا به صورت مخفیانه یا سری آموزش داده میشد که از دست افرادی که بهش ایمان و باور نداشتن محفوظ بمونه. همونطور که قبلا گفتیم ایمان و باور یا faith برابر 26. همچنین واژه های کارما به معنی قضا و قدر، hope به معنی امید، atone به معنی کفاره دادن برابر 26 هستند. واژه heaven و hell یا بهشت و جهنم برابر 26 هستند.
چنین واژه‌هایی که دوگانگی یا دوالیتی رو نشون میدن، مثل بهشت و جهنم، مثل گاد و سیتن که در قسمت قبل گفته شد، بسیار زیاد هستند در زبان انگلیسی. به عنوان مثال دو واژه وایت و بلک، سیاه و سفید، هر دو برابر 29 هستند. یکی از انجمنهای مخفی که شیفته این دوگانگی ها یا دوالیتی هاست فراماسون ها هستند. فراماسون ها به ذات دوگانه این جهان بسیار علاقه‌مندند. همچنین نقش مؤثری در دستکاری و ساختن زبان انگلیسی نوین داشتند و نقش بسیار مؤثری هم در ترجمه کتاب مقدس یا The Holy Bible به زبان انگلیسی داشتند. دو شعار مهم فراماسون ها As above, so below و Body is the temple هست که اولی یعنی As above, so below به دوگانگی یا duality اشاره داره. در عهد جدید یا نیو تستمنت، نامه اول پولس یا پال، فرست کورنتیانس، باب 6 آیه 19 از بدن انسان به عنوان تمپل یاد میشه. تمپل به معنای معبد یا مسکن. باب 6 آیه 19 میگه آیا هنوز نمیدانید که بدن شما مسکن روح القدس یا هولی سپیریت میباشد که او را خدا به شما عطا کرده؟ آیا نمیدانید که روح القدس در وجود شما زندگی میکند؟ پس بدن شما از آن خودتان نیست. باب 6 آیه 19 بود که یهوه انسان را در روز ششم خلق کرد و ارزش عددی بادی یا بدن برابر 19 است. دو واژه بادی به معنای بدن و تمپل به معنای معبد یا مسکن رو در 4 سایفر اصلی بررسی میکنیم. میبینید که ارزش عددی بادی در 3 سایفر از 4 سایفر اصلی بازتاب یا ریفلکشن تمپل هست. به یاد بیارید که یهوه به انگلیسی گاد که هر دو برابر 26 هستند در عهد عتیق یا اولد تستمنت، سفر پیدایش یا جنسیس باب 1 آیه 26 از ساختن انسان و در واقع بدن انسان گفت. بدن انسان یا به انگلیسی بادی که مسکن یا معبد روح است. واژه تمپل به معنی مسکن یا معبد برابر 26. بدن انسان که اگر استخوان‌های اون رو با هم دیگه جمع کنید 206 استخوان محاسبه میشه. جایی که فراماسون‌ها با هم دیدار دارن و دور هم جمع میشن هم معبد ماسونی یا میسونیک تمپل نامیده میشه که میسونیک تمپل برابر 206 هست، شبیه به 26، مثل مجموع استخوان‌های بدن انسان بالغ که برابر 206 است. اعضای میسونیک تمپل یا معابد ماسونی رو ماسون یا میسن میگن. میسن برابر 26. بر طبق گفته برخی از اعضای فراماسونری و انجمن برادری مانند البرت پایک و منلی پی هال که هر دو درجه 33 بودند و از افراد رده بالای فراماسونری طریقت اسکاتلندی بودند، فراماسون ها اکثرا شاگرد و دانش آموخته بایبل یا کتاب مقدس به ویژه تورات هستند که گفتیم تورا برابر 26 و اکثر آموزه هاشون بر پایه کابالاست. واژه میسن به تنهایی در سایفر سینگل ریدکشن برابر 26. واژه میسن مرتبط هست با واژه های گاد، تورا، تمپل، فیت و بونز. در ادامه از این موضوع بیشتر پرده برداری خواهد شد که این شبکه مخفی یعنی فراماسونری از ابزار قدرتمندی استفاده میکنه که نقش خدا رو به دروغ بر توده ها یا عوام بازی کنه، یعنی همون کاری که فراعنه مصر باستان انجام میدن. و دو واژه گاد و لای هر دو برابر 26 هستند. در ابتدای قسمت 1 فصل 1 سریال مستر روبات هم به این موضوع اشاره میشه که یک عده‌ای بسیار پولدار
و 1%های بالای جامعه دنیا رو به صورت مخفیانه اداره میکنند و نقش خدا رو بدون اجازه بازی میکنند. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. The top 1% of the top 1%, the guys that play God without permission. در سریال مستر روبات، الیوت مهندس امنیت سایبری و یه هکر حرفه‌ای است که به اسکیزوفرنی هم مبتلا است و قصد داره به کمک یکی از شخصیت‌های ذهنیش به اسم مستر روبات که در هک کردن بسیار به اون کمک می‌کنه، مردم جهان رو از دست شرکت‌ها و قدرت‌های فاسد نجات بده و یه جورایی نقش منجی رو بازی کنه. عبارت مستر روبات برابر 101 است. داستان مشابه دیگه شخصیت نیو در فیلم میتریکس یا ماتریکس هست که اون هم یه هکری هست که قراره منجی عالم بشریت بشه. شماره آپارتمان نیو برابر 101 هست. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. شخصیتی که نیو رو کشف میکنه در فیلم اسمش مورفیوس هست که ارزش عددی اسم مورفیوس برابر 101 میشه. در رمان 1984 جورج اورول، اتاق 101 نماد قدرت حزب حاکم هست. حزبی که تمام قدرت رو تصاحب کرده و در جای خدا نشسته و خدایی میکنه و همه چیز رو در مورد مردم میدونه و هر کاری دلش بخواد انجام میده و به هیچ کس پاسخگو نیست و مخالفان رو در اتاق 101 شکنجه و مغزشویی میکنه. وقتی از شبکه فراماسونی و ابزارهای قدرتمند اونها که باهاش نقش خدا رو بازی میکنن گفته میشه، منظور سران رد بالا و درجه بالای اونهاست، نه افراد معمولی و رد پایین در لوژهای محلی که اکثرا افراد خوبی هستند. واژه بینی به انگلیسی nose برابر 26 که بخشی از آناتومی ما هست. همچنین واژه دروغ گفتن یا lie به انگلیسی برابر 26 بود و مرتبط با این واژه ها داستان پینوکیو هست که وقتی دروغ میگفت بینیش درازتر میشد. از بین انجمنهای برادری ماسونی یکی دیگه شون که خیلی معروفه انجمن جمجمه و استخوان یا سکالم بونز هست، انجمن نخبگان یا الیت دانشگاه ییل آمریکا. معمولاً اعضای انجمن جمجمه و استخوان رو از افراد نخبه دانشگاه ییل جذب می‌کنند. 33 قسمت سریال بتمن یا بتمن تی وی شو برای گرامی داشت یا بزرگ داشت انجمن جمجمه و استخوان ساخته شد. در این قسمت گفته میشه که جد بروس وین که بازیگر نقش بتمن هست انجمن جمجمه و استخوان رو پایه‌گذاری کرده. Miss Wayne's grandfather, Mrs. Cooper. His great grandfather. I understand he was tapped for Skull and Bones. Tapped for it? Sir, he founded Skull and Bones. همچنین عدد 33 رو در لوگوی بتمن میتونید ببینید. از انجمن‌های مخفی موجود می‌دونیم که جمجمه و استخوان یا اسکالن بونز حداقل 2 نفر رو وارد کاخ سفید کرد، یعنی جورج بوش پدر و جورج بوش پسر، که جورج بوش پسر در زمان حادثه غم‌انگیز 11 سپتامبر رئیس جمهور بود، حادثه‌ای که مملو از دروغ‌های تاریخی و فاجعه بار بود. در بخش‌های بعدی بیشتر در مورد این موضوع صحبت خواهد شد و همچنین در مورد اهمیت تخریب این دو برج که مرتبط هست با تاریخ گذشته و نابودی دو معبد اورشلیم، یعنی معبد سلیمان و معبد هرود یا معبد دوم، و جنگ‌های صلیبی که بعداً اتفاق افتاد. واژه جنگ صلیبی به انگلیسی crusade برابر 26 و این موضوع اتفاقی نیست که آمریکا دقیقاً 26 روز بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 به افغانستان حمله می‌کند.
یعنی در تاریخ 7 اکتبر 2001. پس از تخریب دو معبد، یعنی معبد سلیمان و معبد هرود، هرچه معبد ماسونی ساخته شده برای بزرگداشت و گرامیداشت این دو معبد بوده. پس از تخریب این دو معبد، سرزمین مقدس یا بیبلیکال هولی لند از دست میره، که تخریب معبد اول به دست بابلی ها بوده و تخریب معبد دوم به دست رومی ها. رومی ها یا رومنز، که رومنز برابر 26 و رومنز اسم ششمین کتاب عهد جدید هم هست، که عهد جدید در 260 فصل یا باب نوشته شده. همونطور که گفته شد، معبد اول به وسیله پادشاه دوم بابل، یعنی نبوکدنصر یا نبوکدنظر دوم نابود میشه، که گفته میشه جد مادری کوروش بوده. بعدها کوروش به قدرت میرسه و با فتح بابل یهودیان رو آزاد میکنه و به اونها اجازه میده به اورشلیم برگردن و معبد رو بازسازی کنن، که معبد دوم ساخته میشه. و بعد از اون معبد دوم هم به وسیله تیتوس امپراتور روم نابود میشه و معبد سوم هم که تا به امروز ساخته نشده و گفته میشه که یهودیان بسیار مایل هستن که معبد رو مجددا بازسازی کنن و معبد سوم رو بسازن، تا به امروز انجام نشده. پیروان کتاب مقدس بعد از جنگ‌های صلیبی موفق به بازپسگیری سرزمین مقدس شدند و این کار را به نمایندگی از دفتر پاپ انجام دادند. دفتر پاپ بالاترین قدرت کلیسای کاتولیک روم هست، که در انگلیسی به دفتر پاپ میگن پاپسی یا پیپسی. ارزش عددی پاپسی برابر 26. حرف از کلیسای کاتولیک شد. کاتولیک یا کاتولیک در سایفر سیتانیک برابر 351، که 351 26مین عدد مثلثیه. همچنین اگر حروف الفبای انگلیسی رو از A تا Z یا Z بنویسیم، ارزش عددی اونها برابر 351 میشه و همونطور که گفتم 351 26مین عدد مثلثیه. یعنی اگر عدد 1 تا 26 رو با هم دیگه جمع کنیم، حاصل 351 میشه. همچنین عبارت God communicates through numbers، یعنی خدا از طریق اعداد ارتباط برقرار میکند، ارزش عددیش برابر 351 میشه. عبارت Catholic Bible یا کتاب مقدس کاتولیک برابر 101 هست، که 101 گفتیم 26مین عدد اوله. مرتبط با موضوع، شهر انتیاک یا انتاکیه که امروزه جزی از خاک ترکیه هست، در زمان گذشته پایتخت تمدن سوریه باستان بوده و تا قرن 7 میلادی قبل از فتح توسط مسلمانان مرکز دینی و استقرار کلیساهای مسیحی در منطقه بوده. در جنگ‌های صلیبی اولین شهری که به دست صلیبیون یا جنگجویان مسیحی میفته همین شهر انتاکیه هست. در کتاب مقدس عهد جدید، کتاب اعمال رسولان مسیح یا اکتس، نام انتاکیه در آیه 26 از باب 11 ذکر میشه. انتاکیه که محل استقرار کلیساهای مسیحی در منطقه بوده. همچنین واژه انتاکیه به انگلیسی انتیاک در سایفر کلدانی برابر 26 میشه. در این آیه، یعنی آیه 26 باب 11 کتاب اکتس، همچنین گفته میشه که در انتاکیه بود که برای نخستین بار پیروان عیسی را مسیحی یا کریسچن لقب دادن. ارزش عددی مسیحی یا کریسچن به انگلیسی برابر 101 میشه. همچنین ارزش عددی کلیسا یا چرچ برابر 101 میشه. هرچی بیشتر با این سیستم کدگذاری آشنا میشیم، میبینیم که چگونه تاریخ خودش رو تکرار میکنه. مثل حمله به افغانستان که دقیقا 26 روز بعد از 11 سپتامبر. همطور که گفته شد، آمریکا 26 روز بعد از 11 سپتامبر 2001 به افغانستان حمله میکنه، یعنی حمله مسیحیان به مسلمانان. همونطور که در جنگ‌های صلیبی مسیحیان علیه مسلمانان می‌جنگیدند. جنگ‌های صلیبی بعد از تخریب دو معبد بود و دو برج تجارت جهانی هم که تخریب شدند نمادی از تخریب دو معبد بودند و بعد از اون باز مسیحیان به مسلمان‌ها حمله کردند و اینگونه تاریخ تکرار شد، یا حالا تکرارش کردند به صورت نمادین. مرتبط با جنگ‌های صلیبی، شوالیه‌های معبد رو داریم، یا سربازان مسکین مسیح و معبد سلیمان. با
گروهی که در سده 12 میلادی برای محافظت از زائران مسیحی در مسیر اورشلیم گرد هم آمدند. اورشلیم تازه باز پس گرفته شده در نتیجه جنگ‌های مقدس. امروزه شوالیه‌های معبد یا نایت تمپلر یک انجمن اخوت ماسونی هستند و شرط عضویتشون اینه که نه تنها باید به گاد ایمان داشته باشید، بلکه باید مسیحی باشید. عبارت نایت تمپلر برابر 65 و 79 هست، همینطور کریستیانیتی یا مسیحیت برابر 65 و 79. همونطور که گفته شد به شوالیه های معبد سربازان مسکین مسیح و معبد سلیمان هم میگن. Poor fellow soldiers of Christ and of the Temple of Solomon. اگر یادتون باشه واژه تمپل برابر 26 بود. نام یکی از همبنیانگذاران گروه شوالیه های معبد هیوگو د پاین فرانسوی که نام خانوادگیش پاین برابر 26، همچنین نام کاملش برابر 62 که معکوس یا بازتاب 26. پس از فتح اورشلیم برای کلیسای کاتولیک یا کاتولیک چرچ، این شوالیه های معبد بودند که به دانش کابالا یا Wisdom of Kabbalah دسترسی پیدا کردند و این دانش رو به کلیسا در اروپا آوردند. از اونجا این موضوع در طبقه اشراف پخش شد و عبارت The Kabbal از Kabbalah مشتق شد. معنی Kabbal دسته کوچک و سری و سیاسی. A secret political clique or faction. کابالا هم دانشی بود که از آغاز تلاش میشد مخفی نگه داشته بشه و از نظر تاریخی مختص طبقه الیت بوده، از جمله فراعنه، شاهان و ملکه ها و پوپ ها و در دنیای امروز هم برخی از نخست وزیرها و رئیس جمهورها. دونالد ترامپ در کتابش The Way to the Top صفحه 188 میگه که معلم کابالاش ایتن یاردنی به یاد ماندنی ترین دانش ها رو به او آموخت. همونطور که به خاطر دارید ترامپ در توییتر بسیار فعال بود و جدیدن هم بسیار فعال هست، به خصوص در زمان ریاست جمهوریش قبل از اینکه حساب توییترش برای مدتی بسته بشه تصمیماتش رو توییت میکرد. بهش میگفتن کپتن توییتر. ارزش عددی توییت برابر 26. ترامپ در برج خودش ترامپ تاور که 58 طبقه داره در مورد شرکت کردنش برای دوره 58 انتخابات آمریکا صحبت کرد و بعداً برنده شد. و شخصی که انتخاب شده بود که کارهای مراسم ترامپ رو انجام بده استیو ری بود که 58 سالش بود. در ادامه بیشتر در مورد ترامپ و تأثیر کابالا صحبت خواهد شد و همچنین رابطه عدد 58 و 26. یک واژه در انگلیسی داریم که به این صورت نوشته میشه، POTUS، که حروف اختصاری President of the United States هست، یعنی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. واژه POTUS ارزش عددیش برابر 26ه. میدونید که پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی است، ناحیه کولومبیا یا دیستریکت آف کولومبیا، ناحیه‌ای که تحت نظارت انحصاری کنگره ایالات متحده بوده و شهری مستقل به این معنی که بخشی از هیچ یک از ایالت‌های آمریکا نیست، مثل شهر واتیکان و منطقه تجاری لندن. شهر واشنگتن دی سی به افتخار اولین رئیس جمهور آمریکا یعنی جورج واشنگتن نامگذاری شده. جورج واشنگتنی که فراماسون درجه 33 بود. و همونطور که قبلا گفته شد میسن برابر 26. اگر به معماری شهر واشنگتن دی سی توجه کنید میبینید که اعداد در اون از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار هستند. The Washington Monument یا بنای یادبود واشنگتن برای بزرگداشت جورج واشنگتن ساخته شده که ارتفاعش 555 فیته و در مقابل پنتاگون قرار داره، وزارت دفاع آمریکا. پنتاگون یا ساختمان وزارت دفاع آمریکا هم 5 ضلع 5 طبقه و قسمت وسط اون 5 ایکر هست. همچنین همونطور که در قسمت قبل گفته شد پنتاگون 77 فوت ارتفاع داره
و در مدار 77 درجه غربی واقع شده. در 11 سپتامبر 2001 گزارش شد که پرواز شماره 77 برخورد کرد با ساختمان پنتاگون و زمان برخاستن هواپیمای 77 تا لحظه برخوردش با پنتاگون 77 دقیقه گزارش شد. این که گفته میشه گزارش شد به این خاطر که عده‌ای میگن اصلا هواپیمایی به پنتاگون برخورد نکرده و بقایای هواپیما دیده نمیشه. ولی خب ما طبق گزارشات میگیم که هواپیما برخورد کرده. حالا یا انفجار بوده یا هواپیما. به هر حال این اخباری هستش که به این شکل به ما گزارش میدن. واژه مانیومنت یا بنای یادبود یا بنای تاریخی به انگلیسی ارزش عددیش برابر 101 است. بنایی که به افتخار اولین رئیس جمهور آمریکا یا پوتس که برابر 26 است ساخته شد. و تعداد زیادی از تاریخدانان مدعی هستند که این نماد آلت تناسلی مردانه یا همون فلس هست که در زمان مصر باستان ستایش میشد. بعداً در مورد اینکه چی هست بیشتر صحبت خواهد شد. مرتبط با واژه تمپل یا معبد که محل عبادت هست واژه چرچ رو داریم. در باب 11 آیه 26 کتاب اعمال رسولان مسیح یا اکتس در مورد ساخته شدن اولین کلیسای مسیحی گفته میشه. کلمات مرتبط با کلیسا: God برابر 26، واژه پاستر برابر 26، بابتیسم یا غسل تعمید برابر 26 و همونطور که قبلا گفته شد فیت یا ایمان و باور برابر 26. همچنین کریستیانیتی یا مسیحیت به عبری برابر 26. نیو تستمنت یا عهد جدید دارای 260 فصل بود و واژه ریلیجن به معنی مذهب در سایفر انگلیش اکستندد برابر 260 است. همونطور که گفتیم نیو تستمنت یا عهد جدید رو اولین بار یونانی ها نوشتن به زبان یونانی که یونانی یا گریک برابر 26. واژه هیبرو یا عبری هم برابر 101 بود که عهد عتیق یا اولد تستمنت به زبان عبری اولین بار نوشته شد. قبل از واشنگتن دی سی اولین پایتخت آمریکا فیلادلفیا بود که اسم یک کلیسا هم بوده، The Church of Philadelphia، طبق کتاب مکاشفه یوحنا. ارزش عددی فیلادلفیا برابر 101. اولین پرچم آمریکا هم در فیلادلفیا دوخته شد. واژه پرچم به انگلیسی flag برابر 26. اسم پرچم که میاد یاد فلگ ورشیپ یا ستودن پرچم کشور توسط میهن پرستان میفته. پرچم کشور معمولا برای وطن پرستان چیز مقدسیه، مثل گاد که مقدسه و ستوده میشه، که گاد برابر 26 بود و پرچم یا فلگ هم برابر 26. همچنین سرود ملی یک کشور مقدسه. سرود به انگلیسی anthem برابر 101 است. تا اینجای کار در مورد آنچه که در پایین یعنی روی زمین هست What is below و ارتباط عددیشون صحبت کرد. حالا بریم سراغ آنچه که در بالا هست در آسمان ها What is above صحبت کنیم. طبق تاریخ گذشتگان مسائل روحانی و اعتقادی رو در آسمان ها جستجو می کردن و خیلی از باورهاشون با الهام و برگرفته از نجوم و حرکت اجرام آسمانی به وجود اومده. یونانی ها و ازتک ها استاد زودیاک یا منطقه البروج یا گرد آسمان بودن. گریک برابر 26، ازتک برابر 26. ازتک های تمدن سرخپوستی قدیمی بودن که جایگاهشون هم در مکزیک کنونی بوده. ازتک ها دو تا تقویم استفاده می کردن. یکی تقویم خورشیدی یا جیپوه و آلی که سالش 365 روزه و دیگری تقویم مقدس یا تونال پوه و آلی که سالش 260 روزه. 260 مثل 26 برای تقویم مقدس.
ازتک ها طی این دوره مذهبی 260 روزه تلاش میکردن که خدایان خود رو خوشنود و راضی نگه دارن تا بلایی بر اونها نازل نشه. مرتبط با عقاید یونانی ها و ازتک ها، خدای خورشید یا سان گاد برابر 26 میشه. همونطور که گاد برابر 26 بود و زوس یا زئوس برابر 26 بود و آپولو خدای خورشید یونانی ها هم برابر 26 بود. همچنین ارزش عددی گاد در سایفر فرانسیس بیکن برابر 52 میشه. عدد 52 حاصل جمع 2 تا 26 هست. مرتبط با خدایان، آسمانها، تقویم و نجوم در نظر داشته باشید که هر سال 52 هفته هست و گاد در سایفر فرانسیس بیکن گفته شد برابر 52. در مورد دوتا تقویم ازتک ها، هر 52 سال این دوتا تقویم تهشون به همدیگه میرسه. یعنی تقویمی که سالش 365 روز هست، طی 52 سال 18980 روز به دست میاد که 18980 روز معادل 73 دوره تقویم 260 روز است. یعنی بعد از 52 سال تقویم 365 روزه 52 دوره رو کامل میکنه و تقویم 260 روزه 73 دوره رو کامل میکنه. کامل به انگلیسی perfect، ارزش عددش برابر 73. همچنین واژه number به معنی عدد برابر 73 هست. در باور اکثر خداپرستان، خدا کامله. God is perfect. و در جهان ما هیچ چیز کاملتر و دقیقتر از ریاضیات و اعداد نیست. چیزی که همیشه دقیق و درست. درست به انگلیسی true برابر 26. همچنین واژه axiom برابر 26 میشه. در دنیای ما بهترین چیزی که نمایانگر خداست و میشه خدا رو با اون نشون داد همین اعداد هست. بهترین به انگلیسی best برابر 26. پیوند دیگه عدد 26 با زودیاک یا منطقه الوروج اینه که زودیاک 12 دوره داره، 12 ages، و هر دوره 2160 سال طول میکشه که مجموعش میشه 12 ضرب در 2160 برابر میشه با 25920، یعنی تقریبا 26 هزار سال. باز هم یه 26 دیگه. واژه sky به معنی آسمان برابر 26، space به معنی فضا برابر 26، cloud به معنی ابر برابر 26، heaven بهشت، آسمان یا سپهر برابر 26، cosmic یعنی کیهانی یا وابسته به کائنات برابر 26، air یا هوا برابر 26، zenith یا زنیت که در فارسی میگن سرسو یا سمت رأس برابر 26. از قبل داشتیم استخوان‌ها یا بونز برابر 26 و مرتبط با این باور که ما فرزند ستارگان هستیم یا We are the children of the stars یا ما از گرد و غبار ستارگان ساخته شدیم یا همون We are made of stardust، همون باوری که میگه هر چیزی که در جهان هستی و زمین وجود داره از غبارهای ستارگان ایجاد شده، واژه داست در انگلیسی به معنای گرد و غبار برابر 26 میشه. همچنین جمله We are the children of the stars برابر 260 میشه، شبیه به 26. مرتبط با بحث آسمان و نجوم و ستارگان و سیارات، بحث زمان هست. واژه کرونو برابر 26 به معنای چیزی که مربوط به زمان هست. در طول تاریخ زودیاک به صورت یک چرخ نشان داده شده. واژه چرخ به انگلیسی wheel برابر 26. دو واژه دیگر که مربوط به زمان هستند watch و clock، ساعت مچی و دیواری، برابر 26 هستند. به یونانی circle میشه kuklos برابر 26. circle دایره یا چرخه. full circle یعنی چرخه کامل برابر 101 هست که 101 26 همین عدد اوله. دوره‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم در حال حاضر دوره پایسیز یا ماهی یا حوت هست. پایسیز برابر 26. دو برج از 12 برج ارزششون برابر 26. یکی پایسیز و دیگری سرطان یا کانسر. کانسر که چهارمین برج هست و میفته در تابستان، تنها فصلی که برابر 26 هست. سامر برابر 26 هست، فصلی که در اون انرژی خورشید بیشتر از فصل‌های دیگه حس میشه. خورشیدی که به باور مردم باستان و حتی عده‌ای از مردم حال حاضر
خدا هست و اون رو میپرستن. همچنین به باور اکثر پژوهشگران کتاب مقدس، عیسی مسیح پسر خدا یا Jesus Christ the Son of God در تابستان متولد شده و نه زمستان. Son of Godی که سان رو به صورت خورشید بنویسیم برابر 101 هست، Son God برابر 26 هست. در مورد دو واژه سان به معنی خورشید و سان به معنی پسر و ارتباطشون با عیسی مسیح، عیسی پسر خدا یا خدای خورشید بعداً توضیحات بیشتری داده خواهد شد. اگر در یک کشور مسیحی یا کشوری که اکثریت افراد اون مسیحی باورمند هستند زندگی کرده باشید، شاید دیده باشید که خیلی از مسیحیان از نماد تتراگراماتون یا همون اسم چهار حرفی خدا درون یک ماهی استفاده میکنند. در ماشینشون یا به صورت برچسب روی ماشین یا جاهای دیگه یا روی صندوق پستیشون، حالا یا به صورت اسم چهار حرفی یهوه به انگلیسی YHWH درون یک ماهی و یا گاهن خود جیزز رو وسط یک ماهی می نویسن، که بسیاری از مسیحی ها فکر میکنن این ماهی مربوط به معجزه ماهیگیری حضرت عیسی است که تعداد 153 ماهی رو معجزه وار صید میکنه. ولی در واقع این ماهی مربوط به دوره پایسیز یا حوت یا ماهی هست، دوره‌ای که عیسی در اون وجود داشت. از بحث زودیاک و سور فلکی فراتر میریم و به فضا میپردازیم، سپیس که برابر 26. البته در بخش‌های بعد با جزئیات بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت که چگونه اعضای انجمن برادری ماسونی به وسیله سازمان هوافضای آمریکا یعنی ناسا دستکاری‌های تاریخی انجام دادند. مأموریت آپولو 11 رو که به خاطر دارید، آپولو برابر 26، مأموریت آپولو در برج کنسر یا سرطان انجام شد. کنسر برابر 26، سیاره یا کره حاکم بر برج کنسر یا سرطان کره ماه هست و در این ماه بوده که مأموریت فرود بر ماه انجام شده. نشونه کنسر شبیه به عدد 69 انگلیسی هست. همچنین فرود بر ماه به اصطلاح در سال 69 میلادی اتفاق افتاد. فضانوردان مهم ناسا از جمله سه نفری که در مأموریت آپولو 11 شرکت داشتند ماسون بودند، مثل بقیه ماسون هایی که با افتخار طی سالها این دانش رو یعنی کابالا و نجوم و غیره رو حفظ کردن. منلی پی هل فراماسون درجه 33 که پیشتر در موردش صحبت کردیم در کتابش یعنی The Secret Destiny of America می نویسه که آمریکا به وسیله شبکه‌ای از ماسون ها و دیگر انجمن های مخفی از جمله Order of the Quest ساخته شد. دو واژه میسن و کوست هر دو برابر 26 هست. طبق گفته منلی پی هل، ائتلاف مخفی انجمنهای مخفی یک مأموریت اساسی و اصلی داره که یک دولت جهانی رو مبتنی بر دموکراسی یا مردم سالاری و فلسفه و حکمت ایجاد کنند. حالا چقدر این موضوع انجام شده یا موفق بودن و نبودن یه بحث دیگه است. آقای هل همچنین مدعیه که Order of the Quest مسئول نماد مهر ایالات متحده یا US Seal به همون نشان بزرگ ایالات متحده است. به انگلیسی نشان بزرگ ایالات متحده Great Seal of the United States برابر 101 میشه. همچنین میگه که این نماد در ابتدا یک ققنوس بوده و بعداً به اشتباه به عقاب تبدیل شده. واژه ققنوس به انگلیسی فینکس برابر 26. ققنوس یا فینکس پرنده افسانه‌ایه که گرچه در اساطیر ایران، چین، یونان و مصر از اون نام برده شده، ولی این اسطوره که بهش پرنده مقدس هم میگن از مصر باستان برخاسته و به یونان و روم رفته. پرنده‌ای که صدها سال یا به روایت ده خدا هزار سال زندگی میکنه و چون عمرش به آخر میرسه هیزم جمع میکنه و خودشو آتیش میزنه و در شعله های آتش خود میسوزد و تلی از خاکستر به جا میمونه و از خاکسترش دوباره متولد میشه. Flame به معنی شعله برابر 26، Ash به معنی خاکستر برابر 26، Burn یا سوختن
یا سوزاندن برابر 26، blaze آتش یا شعله برابر 26. در آموزه‌های ماسونی ققنوس نماد روح خدای خورشید، خدای خورشید یا سان گاد که برابر 26 بود. در نهایت یکی از اهداف فراماسونری جستجو و طلب نوری هست که خورشید فراهم می‌کند. همونطور که گفته شد ماسون‌ها نقش خدا رو به دروغ بر توده‌ها بازی می‌کنند. همین کار رو با واحد پول و سیستم بانکداری هم انجام میدن. واژه دلار یا دلار برابر 26 و همچنین بانک یا بانک برابر 26، همونجور که میسن برابر 26. به این عبارت روی اسکناس یک دلاری توجه کنید: In God we trust، یعنی باور ما به خداست یا خدا را باور داریم. God که برابر 26 بود، trust یا اعتماد داشتن یا باور داشتن هم برابر 26. واژه invest به معنی سرمایه گذاری کردن مرتبط با دلار و بانک برابر 26. IRS خدمات درآمد داخلی برابر 26. legal به معنی قانونی برابر 26. فرانسیس بیکن، فیلسوف، سیاستمدار، دانشمند، حقوقدان و نویسنده انگلیسی در سال 26 میلادی فوت میکنه، در سال 1626، و آخرین کتابش یعنی نیو اتلانتس یا اتلانتیس نو رو نیمه کاره رها میکنه. این کتاب که در سال 26 میلادی نوشته شده یک رمان داستانیه در مورد آرزویش برای استعمار آمریکا و تبدیل اون به آرمان کشور یا یوتوپیا، قبل از اینکه ایالات متحده به صورت یک کشور مستقل وجود داشته باشه. عنوان کتاب یادآور آتلانتیسی است که افلاطون یا پلیتو که ارزشش برابر 26ه از اون در کتاب خودش تیماوس و همچنین کریتیاس سخن میگه که در پی یک فاجعه طبیعی ناپدید میشه. طبق کتاب فرانسیس بیکن، آتلانتیس نو در جزیره‌ای به نام بنت سالم واقع شده. بنت سالم برابر 26. جزیره‌ای که مردم اون مسیحی هستند و خود رو از جهان جدا کرده تا در زندگی خردمندانه و دلخواه خودشون روزگار بگذرونند. در این جزیره یک دانشگاه وجود داره که مردم رو روشن و آگاه میکنه و به مطالعه و پژوهش مشغوله، که نام این دانشگاه خانه سلیمان یا کالج خلق شش روزه هست که به انگلیسی به این شکل نوشته میشه: سالمون، که ارزش عددش برابر 26 میشه. البته این سالمون با اون سالمون حضرت سلیمان دیکتش متفاوته، به این دلیل که ارزش عددش برابر 26 بشه اونو به این شکل نوشته. در ادامه و بخش‌های بعد بیشتر در مورد فرانسیس بیکن صحبت خواهد شد. فرانسیس بیکنی که یکی از نویسندگان اصلی کتاب مقدس نسخه پادشاه جیمز یا کینگ جیمز بایبل هست. فرانسیس بیکن شاید بشه گفت یکی از کسانی بوده که بیشترین تأثیر رو روی زبان انگلیسی مدرن که امروزه استفاده میشه داشته. و البته بیکن یک ماسون هم بوده، مانند اکثر کسایی که نامشون در تاریخ زنده نگه داشته شده. فرانسیس بیکن همچنین متخصص جماتریا هم بوده و بسیار پنهان کار بوده در این زمینه. از نظر نویسنده کتاب حروف و اعداد که بخشی از اون رو برای شما روایت میکنم، آرزوی آرمان شهر یا آرمان کشور یا یوتوپیایی فرانسیس بیکن در مورد آمریکا به انحراف کشیده شده. کشوری که قرار بود مهد روشنگری، دانش، دموکراسی، صلح باشه، تبدیل شد به سرزمین جهل آمدانه، ظلم و بیداد، فریب و نیرنگ، نفرت یا دشمنی، آز یا طمع و جنگ، که در اون حکومت پلیسی یا پلیس استیت به سرعت در حال گسترشه. مرتبط با حکومت پلیسی یا پلیس استیت، عبارت RFID برابر 26 سامانه شناسایی امواج رادیویی. به ادعای نویسنده کتاب حروف و اعداد، در گذشته یک کشتار و نسل‌کشی به وسیله گسترش آمدانه طاعون صورت گرفته.
واژه طاعون به انگلیسی پلیگ برابر 26 و 62 میشه. همچنین واژه کشتن یا کیل برابر 26 میشه. حتما تا الان دیگه متوجه شدید که چیزهایی که مقدس و خداگونه هستند یا چیزهایی که حس خدایی و سلطه و قدرت مطلق رو میده معمولا با اعداد 101 یا 26 یا 62 کدگذاری میکنن. همچنین کشتن و جان گرفتن که کار خداست. چه چیزی خداگونه تر از کشتن و جان گرفتن؟ اونها هم که نقش خدا رو به دروغ دارن برای عموم مردم بازی میکنن. بنابراین کارهای خداگونه هم انجام میدن، مثل جان گرفتن. مرتبط با این کشتار و نسل کشی ها واژه وایرس یا ویروس برابر 26 میشه. به وسیله پخش ویروس هم بارها کشتار انجام شده. اخیراً هم که این کار به وسیله یه همگیری ویروسی در اواخر سال 2019 دوباره تکرار شد. عبارت COVID-19 یا COVID-19 برابر 101 میشه. همچنین زلزله ترکیه و شمال سوریه که اوایل سال 2023 اتفاق افتاد در تاریخ 6 فوریه بود یا February 6 که فوریه ماه دوم هست که روی هم میشه 26 یا 62. در کتاب‌های آسمانی به خصوص عهد عتیق خدای یهوه هم بلایای آسمانی مثل سیل و زلزله و آتش و بیماری نازل می‌کنه و هم از طرف دیگه خدا عاشق بندگانشه و رحم و شفقت داره. رحم و شفقت به انگلیسی mercy برابر 26 میشه که این دوگانه بودن برخورد خدا در این کتاب‌ها یادآور واژه duality یا دوگانگی هست. مفهومی که در این جهانی که در اون زندگی می‌کنیم گریزناپذیره. مرتبط با واژه kill به معنی کشتن یا قتل، واژه قاتل یا assassin در زبان انگلیسی برابر 101 میشه. بعدها در یک بخش جداگونه به قتل یکی از رئیس جمهورهای آمریکا خواهم پرداخت و نشون داده میشه که یک قتل برنامه‌ریزی شده یا همون murder by numbers هست. به عنوان یک مثال murder by numbers یا قتل برنامه‌ریزی شده شما را ارجاع میدم به تاریخ 5 نوامبر 2017. این تاریخ جمعش به دو روش برابر 26 و 17 میشه، مثل God که در 2 سایفر از 4 سایفر اصلی برابر 26 و 17 میشه. و این اتفاق هم در سال 17 میلادی یعنی 2017 افتاده. چه اتفاقی در این تاریخ افتاده؟ قتل عام کلیسای سادرلند سپرینگز تگزاس. بله، در این تاریخ که جمعش برابر 26 میشه یک قاتل 26 ساله 26 نفر رو قتل عام میکنه در کلیسایی که در سال 26 میلادی تأسیس شده. یادآوری میکنم که واژه کلیسا یا چرچ هم برابر 101 میشه. این هم تصاویری از محل وقوع جرم و قربانیان این حادثه. مثال دیگر Murder by Numbers مثال تیراندازی لاس وگاس استریپ هست که در تاریخ 1 اکتبر 2017 اتفاق می افته. باز هم در سال 2017 تاریخ 1 اکتبر که اکتبر ماه دهم هست به انگلیسی October 1st میشه 10-1 شبیه به 101 و 101 26مین عدد اوله. طبق گزارشات قاتل یا assassin که ارزشش برابر 101 میشه از طبقه 32 کازینوی مندلی بی یا مندلی بی کاسینو که ارزشش برابر 101 میشه به شرکت کنندگان در کنسرتی در یک محوطه آزاد در همون نزدیکی تیراندازی میکنه. خود واژه کاسینو یا کازینو هم به تنهایی برابر 101 میشه. مرتبط با کازینو و قمار واژه های دالر و بانک برابر 26 میشه. خواننده کنسرت هم اسمش جیسون آلدین بود که حروف اول نام و نام خانوادگیش جی و ای هست. دهمین و اولین حرف الفبای انگلیسی مثل 1 اکتبر که 1 ماه دهم بود و هر دو شبیه به 101. به باور نویسنده کل این نمایش اجرای مناسک قربانی کردن بود. این رویداد تقریبا مصادف بود با یوم کیپور، یعنی فردای یوم کیپور بود
یوم کیپور 2017 از جمعه شب 29 سپتامبر تا شنبه شب 30 سپتامبر بوده که فرداش 1 اکتبر این اتفاق میفته. یوم کیپور یا یوم الغفران یا روز بخشایش از جشن‌های مذهبی یهودیانه که روزه گرفتن در این روز واجبه برای بخشیده شدن گناهان. و از طرف دیگه این اتفاق در لاس وگاس رخ میده که معروف هست به شهر گناه یا سین سیتی، که ارزش عددی یوم کیپور و سین سیتی هر دو برابر میشه، با هم دیگه منطبق است. در این رویداد گزارش شده که تیراندازی بین 9 تا 11 دقیقه طول کشیده و در ساعت 10 و 19 دقیقه به وقت محلی پایان یافته. 9 و 11 و 10 و 19 ارقام یادآور 11 سپتامبر هستند. 9 و 11 که مشخصه، 10 و 19 دقیقه هم اعداد 119 یا 911 رو در خودش داره و هم عدد 101، که هر دو این عددها اعداد مرتبط با 11 سپتامبر هستند که بعداً توضیح میدم. همینطور که قبلا گفته شد، 11 سپتامبر 2001 و نابودی دو برج تجارت جهانی یک ادای احترام یا گرامی داشتی بود به روز یادبود نابودی دو معبد، یعنی معبد سلیمان و هرود، روزی که خودشون بهش میگن تیشا به آو، یعنی نهم ماه ابری آو که شومترین روز تاریخ یهوده، که گفته میشه معبد سلیمان و هرود هر دو دقیقا در این روز نابود شد، یعنی نهم ماه آو. این پرانتز رو باز کنم که یهودیان دو تا تقویم دارن که در یکی ماه آو ماه پنجم هست و در دیگری ماه آو ماه یازدهم هست، که طبق اون تقویم تیشا به آو میشه نهم ماه یازده یا 9-11، شبیه به 11 سپتامبر که 11 روز از ماه نهم بود. و در آمریکا گفته میشه سپتامبر 11، یعنی اول ماه رو میگن و بعد روز، که همون 9-11 یا 911 به دست میاد. تیشا به آو در سایفر لاتین یا جوش برابر 911 میشه. همچنین مرتبط با موضوع ارزش عددی ارتودکس یا ارتودکس و ستار آف دیوید یا ستاره داوود هر دو برابر 119 میشه. نویسنده اضافه میکنه که من دوست ندارم که از یهودیان جهان به طور کلی گله کنم و تقصیر رو به گردن کل یهودیان بیاندازم، ولی نکته مهم اینه که اونچه که در جهان اتفاق میفته یک توطئه صهیونیستی است از طرف افراد رده بالای جهان، از جمله بانکداری جهانی، رسانه‌های جهانی یا رسانه‌های جریان اصلی، دولت جهانی و شرکت‌های چند ملیتی، همچنین کسانی که در صنعت سرگرمی نفوذ و تاثیر زیادی دارند، مانند موسیقی، فیلم، ورزش و غیره. در کتاب تلمود یا تورات شفاهی، کتابی که گفته میشه تفسیری بر تورات هست و یکی از کتابهای اصلی یهودیت ربانی هست که ریشش برمیگرده به بابل مثل کابالا، در این کتاب گفته میشه که یهودیان قوم برگزیده خدا هستند. God's chosen people، برگزیده به انگلیسی chosen برابر 26 میشه، و غیر یهودیان که به اونها گویم یا gentiles گفته میشه نژاد کم ارزشتر هستن که باید به نژاد برتر یعنی یهودیان خدمت کنند و برده و کارگر اونها باشن، که یهودیان مجبور به کار و زحمت نباشن. کتاب تلمود خیلی واضح و مشخص و بی‌تعارف این حرفا رو بیان میکنه. همچنین حق دروغ گفتن رو به یهودیان میده، یعنی این حق رو به یهودیان میده که به غیر یهودیان دروغ بگن در راستای منافع خودشون، مادامی که یه جورایی ظاهر قضیه از نظر قانونی حفظ بشه و قضیه رنگ و بوی قانونی داشته باشه. قوانین رو هم که خودشون به نفع خودشون تنظیم میکنن. دو واژه لای به معنی دروغ گفتن و لیگل به معنی قانونی برابر 26 میشه. در آخر مجدداً یه سری میزنیم به عهد عتیق که در اون خدا با چند نام مختلف نامگذاری شده، مثل یهوه، ایل، الوهیم و ادونای، که قبلا گفته شد ارزش یهوه به عبری و YHWH به انگلیسی و گاد به انگلیسی و ادونای به انگلیسی برابر 26 میشه. گاد همچنین در 4 سایفر اصلی علاوه بر 26، 17 و 10 هم میشه، مثل واژه ایل به معنی خدا که اون هم 17 و 10 میشه. در تورات سفر پیدایش باب 1:1 همونطور که گفته شد به خدا الوهیم هم گفته میشه، که تورا برابر 26 و 62 هست و الوهیم هم برابر 62 میشه. همچنین عبارت Garden of Eden یا باغ عدن یا بهشت در انگلیسی برابر 62 میشه.
همونطور که گفته شد 62 ریفلکشن یا بازتاب 26 یعنی عددی که از چپ به راست 26 هست از راست به چپ 62 هست مثل ابری که از راست به چپ نوشته میشه و این کدگذاری های زمانی تمرکزش روی زبان ابری بوده و به ابری بوده و انگلیسی که از چپ به راست نوشته میشه و در دوره‌ای که ما زندگی میکنیم این کدگذاری ها با استفاده از زبان انگلیسی انجام میشه همطور که در ابتدا گفتم برای الفبای انگلیسی 26 حرف انتخاب شده عبارت letter یا حرف برابر 26 و پول قدرتمند جهان دلاره که دلار برابر 26 میشه و همه این کدگذاری ها مثل یک تلسم بالای سر مردم جهان هست تلسم به انگلیسی spell برابر 26 میشه